سلام و شبتان بخیر. به خبر هشت خوش آمدید. امروز دوشنبه 19 ماه صفر سال 1401 هجری شمسی است. در آغاز سرخط چند خبر. خودداری جهان از ارائه نمونی حکومت داری به افغانستان. حکومت هایی که در داخل جور شد که بعد از انتخابات و چند ماه نتیجهش معلوم نمی شد، امیتر کدام یک حکومت می خواهی به ما بگو؟ مخالفت ها با سخنرانی حمدالله محب در مجمع آکسفورد. یکی از بخش های اساسی سقوط افغانستان و از بین بردن ارزش های افغانستان ضعیف بودن این شخص بوده. تأکید بر آغاز کار کمیسیون عودت چهره های سیاسی. هفتاد و هفتمین سالگرد پیروزی روسیه در برابر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم. و فعال شدن سه توربین برق بند سلما در هرات. مشهوری خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که دنیا هیچ نمونی از حکومتداری را به آنان پیشکش نمی کند و اما همواره بر تشکیل دولت همشمول تاکید دارد. آقای متقی تاکید دارد که آنان در پی فراگیر ساختن حکومت هستند و حقوق تمامی مذاهب هم یکسان است. و گفتی آقای متقی خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استعمال نمی شود. اما دشمنان مردم افغانستان از اینکه هیچ ولسوالی و یا پایگاه نظامی را نتوانستند تصرف کنند دست به حملات انفجاری در مساجد و مکاتب می زنند تا میان مذاهب افغانستان تفرقه ایجاد کند که در این کار هم ناکام خواهند شد. وزارت امور خارجه سه روز پس از دیدار امیرخان متقی با علمای اهل تشیع امروز نوارهای تصویری این دیدار را همگانی کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ابتدا به شرکت کنندگان این نشست در مورد حکومت کنونی وضاحت می‌دهد و می‌گوید که از دنیا خواستند که نمونه حکومت داری را که مورد پذیرش آنان باشد به امارت اسلامی پیشکش کنند، اما آنان از ارائه مدل حکومت داری خودداری می‌کنند. حکومت هایی که در داخل جور شد که بعد از انتخابات و چند ماه نتیجهش معلوم نمیشد، امیتر کدام یک حکومت هم یخواهی به ما بگو؟ نتانسته که بگویه که ما ایتر یک حکومت هم یخواهی مثل پلان گویدون خود منطقه خواه به ما بگو مثل کدام کشور واره حکومت شما میخواهی؟ ورام نتانسته که بگویه که کدام حکومت که در منطقه هست خوب به انتخابات و به رضایت و به اونمو اصولی که اونها میخواه به او برابر است. و هم ندارد گفتی که شما یک نمونه و یک مدل پیش کرده نمیتانی، پس چرا این نمیتونی یک سوال میکنی؟ ما خوب میخواهیم که مردم افغانستان آرام شود. آقای متقی همچنان می افزاید وقتی آنان در نشست های جهانی شرکت می کنند موضوع دیگری که آنان با آن روبرو می شوند مسئله اقلیت اهل تشیع است. اما پاسخ آنان به جهانیان این بوده که اقلیت و اکثریت در افغانستان وجود ندارد و همه مذاهب از حقوق یکسان برخوردارند. مجالسی که ما به خارج میریم بعضی کشورها میگه که اونجا شما با اقلیت اهل تشیع چه برخورد میکنی؟ ما انکار میکنیم که برادر اونجا اقلیت نیست. اهل تشیع و اهل تسنن هر دو یک رقم حقوق داره، حقوقی که اهل سنت داره اهل تشیع هم داره. این طور نیست که خدا نخواسته اونجا او را به نظر یک جداگانه نگاشته میشه. خب بعد از این هم انشاءالله تعالی ما امیدوار هستیم که در بسیار از عرصه ها هسته پیش میریم. سرپرست وزارت خارجه با اشاره به حملات اخیر در مساجد و مکاتب میگوید از اینکه دشمن در جبهات جنگ با شکست مواجه شده با انجام چنین حمله ها میخواهند تفرقه افکنی کنند که سرانجام ناکام خواهند شد. 400 ولسوالی که داریم، 34 ولایت، تابعال دشمن به یک پوسته کوچک هم کامیاب نشده که تصرف بکنند. وقتی که در این عرصه ناکام شده
در مساجد، در تکیه خانه ها، در جاهای مراکز دینی و فرزدهام و مکتب و جاهای تعلیمی انفجارات میکنه. خدای او هم الحمدلله ناکام میشه. چرا ناکام میشه؟ هدفی که اونها داره که در مابین مردم تفرقه بیاندازه، در او هدف ناکام است. بحث دیگری که اینجا مطرح می شود این است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و امارت اسلامی تعهد دارد که امنیت مرزها را بگیرد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان با سرپرست وزارت امور خارجه کشور دیدار را گفتگو کرده است. توماس نیکولاس و امیرخان متقی در این دیدار علاوه بر گسترش روابط دیپلماتیک روی موضوعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و چگونگی بهبود وضعیت زندگی شهروندان افغانستان نیز صحبت کرده و بر حل مشکلات از طریق مذاکره و گفتگو تأکید کردند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که آقای متقی به نماینده اتحادیه اروپا اطمینان داده که خاک افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست. نماینده خاص اتحادیه اروپا در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه کشور روی مسائل مختلف مربوط به افغانستان بحث و گفتگو کردند. وزارت خارجه میگوید که توماس نکلاسن و امیرخان متقی در این دیدار علاوه بر تقویت روابط دیپلماتیک میان دو طرف روی موضوعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تعلیم و تربیت نیز صحبت کرده و بر حل مشکلات موجود از راه‌های دیپلماتیک آن تاکید کردند. در ادامه این دیدار سرپرست وزارت امور خارجه تاکید نمود که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه دیگران نخواهد بود. وی همچنان روی دستورهای چون تامین امنیت سرتاسری و موجودیت اراده قطعی برای بهبود وضعیت زندگی مردم و سایر مسائل مورد علاقه صحبت‌های مفصل نمود. اتحادیه اروپا در حالی که تا هنوز همانند سایر کشورها امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است، اما آنچه را تعامل و ایجاد روابط دیپلماتیک با دولت جدید افغانستان خوانده، سفارت خود در کابل را در ماه جنوری سال گذشته میلادی دوباره بازگشایی کرد. افغانستان به نظر من از نظر امنیتی کار کرده، یک چیزی که فعلا در افغانستان نشده و مسئله اقتصادی است، مسئله کار است، باید در این زمینه ها به افغان ها کمک شود که افغان ها بتانه به مردم خود هم کار پیدا کنه و هم نگذاره مردمی که به طرف گروه های تروریستی برن. اتحادیه اروپا بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان هر از گاهی با نمایندگان این گروه دیدار و ملاقات هایی داشته است و در آغاز تا حد تفاهم صورت گرفته بود، به جای اعمال فشار روی موارد همکاری ها بیشتر تاکید صورت میگیره. به همین اساس اتحادیه اروپا هم تلاش میکرد با مذاکرات یک تغییر را در رویکرد طالبان وارد بکنه، ولی با گذشت 9 ماه ما میبینیم که هیچ گونه تغییری در عملکرد طالبان به وجود نیامده است. این مقام اتحادیه اروپا همچنان در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه با سرپرست وزارت معارف نیز دیدار و گفتگو کرده است. پیش از این نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در گفتگو با آریانا نیوز گفته بود که اگر امارت اسلامی رضایت مردم افغانستان را به دست آورده بتواند، این اتحادیه حاضر است دولت جدید افغانستان را به رسمیت بشناسد. شمار از محصلان، استادان پوهنتون و فعالان سیاسی و مدنی با امضای یک نامی آنلاین از اتحادیه آکسفورد لندن خواسته که سخنرانی مشاور امنیت ملی حکومت پیشین را لغو کند، زیرا به گفته این امضا کنندگان حمدالله محب به دلیل شریک بودن به خیانت در سقوط نظام نباید در این نهاد سخنرانی کند. اتحادیه آکسفورد لندن از حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور پیشین دعوت کرده که به تاریخ 11 می در این اتحادیه پیرامون تحولات سیاسی اخیر افغانستان سخنرانی کند. گزارشی از فرحناز فریبرز. مخالفت با سخنرانی حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین. هزاران تن از استادان پوهنتون، محصلان، فعالان سیاسی و مدنی در بیرون از کشور با گردآوری امضا در یک نامه از اتحادیه آکسفورد خواستند که سخنرانی مشاور امنیت ملی اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان را لغو کند که قرار است تا 2 روز دیگر او در این نهاد سخنرانی کند. امضا کنندگان آقای محب را یکی از عوامل مهم برهم زدن روند صلح و سقوط نظام پیشین می دانند. یکی از بخش‌های اساسی سقوط افغانستان و از بین بردن ارزش‌های افغانستان
ضعیف بودن این شخص بوده، در زمان ماموریت خود نتوانست که ارزش های نو را برای افغانستان ایجاد بکند، روابط را با کشورهای مختلف جهان حفظ بکنند، احساساتی صحبت نکنند، بدون تحلیل و بدون ارزیابی، بدون درک شرایط افغانستان، منطقه و جهان تصمیم نگیرند. از سوی هم شمار از آگاهان سیاسی حمدالله محب را یکی از چهره های منفور می دانند و می گویند او بود که با مشوره های نادرست روند صلح را به ناکامی کشید و با فرارشان نظام سیاسی و اجتماعی را برهم زدند. اینا باعث یک افغان وظیفه داشتند که باید خیانت نمی کردن، که از وقتی که برازیا قمانده می آمد که شما اردو را تخلیه کنین، قل اردوها را تخلیه کنین، بیاین عقب، بیاین کندکار را تخلیه کنین، باید اینا یکقدر باید فهم می داشتن. دکه دوی اگه کسان دیده پخوانی رژیم چه فساد و غلا و غصب دوی لاز دلوده او در شل کال فرصتون دوی لاز سوار کرده، خلق ملت دی افغانستان لپار اگه نمرنس سراغل دوی خود جبوت کرده، در وضعیت سوز خراب ده و خلق و فقر و بدبختی که زبان کهی او سوی تغذی دی یتیمان دی مرولین دی دوی حق و پیسی هم دوی ولی بهر ته این در حال است که در فهرست سخنرانان مجتمع آکسفورد لندن نام افراد سرشناس چون ریچارد نیکسن و رونالد ریگان، رؤسای جمهور پیشین آمریکا، هنری کسنجر و جان کری، وزیران خارجه پیشین آمریکا دیده می شود. این اتحادیه یکی از قدیمی ترین و معتبرترین اتحادیه های دانشگاهی در انگلستان است که هرچند گاه از شخصیت های برجسته و مهم جهان برای سخنرانی میزبانی می کند. برخی جریان های سیاسی از تأخیر در کار کمیسیون برگشت چهره های سیاسی انتقاد می کنند و می گویند که این کمیسیون باید هر چه زودتر ماموریت خود را آغاز کند و به نگرانی های سیاستگران و شخصیت های سیاسی پایان دهد. شماری از آگاهان آغاز فعالیت این کمیسیون را با اهمیت خوانده و بر شامل ساختن افراد خارج از حکومت موجود در ترکیب آن تاکید دارد. امارات اسلامی میگوید که کمیسیون روی طرح به منظور دعوت و برگشت نخبه های سیاسی کار میکند و در آینده های نزدیک پیشرفت های چشمگیری در این زمینه به میان خواهد آمد. نزدیک به دو ماه از ایجاد کمیسیون ویژه تأمین ارتباط با شخصیت های سیاسی از سوی امارت اسلامی میگذرد، اما این کمیسیون هنوز به کار خود آغاز نکرده است. برخی جریان های سیاسی شروع کار این کمیسیون را با اهمیت خوانده و از تأخیر در فعالیت آن انتقاد می کنند. به باور این جریان ها سیاستگرانی که کشور را ترک کردند با نگرانی ها به سر می برند و کمیسیون تأمین روابط برای برگشت این چهره ها می تواند در راستای رفع نگرانی آنان عمل کرده مؤثر داشته باشد. شروع کارش اهمیت داره، به شرطی که اینا شروع کنن و شروع خود از داخل افغانستان کنن، بعدن برن به طرف اروپا و امریکا که در اونجا به میلیون ها افغان است که از اونا صحبت خود داشته باشه. ریاست این کمیسیون را سرپرست وزارت معادن و پترولیم به دوش دارد. سرپرستان وزارت خارجه، اطلاعات و فرهنگ، امر به معروف و نهی از منکر، ریاست استخبارات و شماری از اعضای برجسته حکومت کنونی اعضای آن هستند. برخی آگاهان برای تقویت اعتماد سیاسیون خارج از کشور حضور افراد غیر حکومتی در این کمیسیون را مفید می‌خوانند. این کمیسیون از نظر من یک خالیگاه عمده داره و ویست که در این کمیسیون باید برزی که برای دعوت دیگران ساخته شده باید کسانی هم در کمیسیون عضو باشند که اونها طالب نیستند. به گفته یه سخنگوی امارت اسلامی، کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های سیاسی در حال حاضر روی یک طرح به منظور چگونگی برگشت سیاستگران به کشور کار می‌کند و همزمان با نهایی شدن این طرح کار خود را آغاز خواهد کرد. به گفته مسئولان، پیشرفت ها در این زمینه به زودی به میان خواهد آمد. تصمیم به این بود که بعد از عید، چون در بین عید و رمضان آمده بود، رخصتی ها زیاد بود، بعد از این تصمیم خوب گرفته خوشد روی یک طرح کار میشه که نهایی شود کمیسیون فعالیت خود آغاز میکنه و تمام افغانایی که در افغانستان نیستن برمیگردن به کشورشان در راستای تامین امنیتشان، حیثیتشان، مالشان، منالشان، به خاطر محافظتشان سنجیدگی خواهد شد.
پس از تحولات در ماه آگوست سال گذشته میلادی، شمار زیاد چهره های سیاسی و مقام های حکومت گذشته از کشور بیرون شدند. در اواخر سال گذشته کابینه سرپرست این کمیسیون را ایجاد کرد تا با چهره های سیاسی به گفتگو پرداخته و آنان را برای برگشت به کشور تشویق کرده و از مسئولیتشان اطمینان دهد. معین وزارت امر به معروف در سفر خود به زابل از مقام‌های محلی این ولایت خواست تا در صفوف خود اصلاح آورده و بر اساس رهنمودهای بزرگان امارات اسلامی عمل کنند. در همین حال معاون والی زابل از همه نیروهای امارات اسلامی می‌خواهد که با مردم رفتار خوب کنند. معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر به ولایت زابل سفر کرده است و از مقام‌های محلی می‌خواهد که در صفوف خود اصلاحات بیاورند تا از منکرات جلوگیری شود. این مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان تاکید دارد که اعضای امارت اسلامی در ولایت‌ها بر اساس رهنمودهای بزرگان امارت اسلامی عمل کنند. به گفته او کسی حق مداخله در امورات امر به معروف را ندارد و باید مقام‌های محلی با نمایندگان آنان همکاری کنند. داد امر بالمعروف پروسه د امر بالمعروف د وزارت د لایحه مطابقه د مشرتابه د هدایاتو پرامینو مطابقه او د وزارت د هدایاتو د پرامینو مطابقه او د شرعي اصولو شرعي هدایاتو موافقه د پروسه پر مخ یوسی. مقام های محلی این ولایت اما از نیروهای امنیتی میخواهد که با مردم رفتار نیک داشته باشند و دل آنان را به دست بیاورند. د خدای د پاره خلق سره سهولت وکي د حق العبد بدی کی کوشش د دی وکي ځان بچ کی زکه شهید ته هم میواز د خدای پاک د بندل حق نه ورته پیغمبر سم د ژوند په اخري وخت کې د یوې لښتې حساب یو صحابي ته ورکړې ده د ته تیار څو هغه د خپل لښتې په جنگ کې یو لښتې لاغه خلګي ده لوله دغه حساب ته لا تیار سوې ده. نو موږ تاسو په هم غواړو هغه چې موږ تاسو په دنیا او په آخرت کې کامیاب وسو. نو دغه امیران چې موږ تاسو دي دا په دغه اندازه باندې کوشش کوي او هغه لار لټوي موږ تاسو ته چې موږ تاسو د دنیا او د آخرت کامیابی په پیدا کیږي. معین وزارت امر به معروف در حال به زابل آمد که پیش از این نیز برخی از وزرا و مسئولان وزارتخانه های مختلف به این ولایت سفر کرده بودند تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند. فشرده رویدادهای جهان تا لحظات دیگر. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که تلاش میکنند تا تسهیلات را در بخش تشبسات کوچک افزایش دهند. رئیس عمومی عواید وزارت مالیه میگویند که مالیات تشبسات کوچک را کاهش داده و برای پرداخت مقروضیت ها وقت بیشتر میدهند. سکتور خصوصی هم از این اقدام وزارت مالیه استقبال میکنند و تاکید دارند که تشبسات کوچک میتوانند اشتغال زایی را در کشور افزایش دهند. رهبری وزارت مالیه به منظور تسهیلات بیشتر تجارت، مالیات تشبسات کوچک را کاهش داده و تصمیم گرفته که جریمه های قبلی پرداخت نشده از سوی مقروضین این وزارت را معاف کند. با گفته مسئولان در این وزارت متشبسان کوچک به دلیل مشکلات نتوانستند مقروضیت های خود را بپردازند برای آنان فرصت بیشتر داده شده است. فقط یوازی په مالیه کې نه درغلی بلکې د جرایمو او د باقیاتو په تحصیل کې هم خصوصي تخفیف راغلی دی چې دغه تخفیفونه او د مالیاتو نور کموالی به زموږ د اقتصاد د لا پیاوړتیا او پرمختګ سبب وګرځي. اعضای سکتور خصوصی افغانستان نیز از این اقدام وزارت مالیه استقبال می کنند و می گویند که اگر دولت به تشبسات کوچک توجه بیشتر کند کشور از بحران اقتصادی بیرون خواهد شد. در افغانستان په مالیاتی سیستم کې اوسنۍ مالیاتی سیستم کې ډېر جدي اصلاحات ته اړتیا ده. د لپاره چې پانګوال وهڅول شي او لازم اسانتیاوې پانګوال ته مساعد شي، حکومت باید یو لړ تشویقي بستې چې هغه جملې څخه مالیاتي معافیتونه دي او یو لړ نور سهولتونه دي ټولو برخو ته، که هغه منځنۍ پانګوال دي، که واړه متشبسات دي او که لوی پانګوال دي، هغوی لپاره باید مساعد کړي. څنګه کولی شو کورني تولیدات حمایه کړو، خلک سرمایه گذاری وکړي، دې لپاره یو منظمه پالیسي جوړه کړو او دې پالیسۍ کې عموما د خپلو داخلي تولیداتو یا د سرمایه گذارانو که هغه وړې سرمایه میډیم سرمایه گذاری وي او که غټې وي چې دوی حمایه شي. آگاهان اقتصادی نیز اقدامات اخیر وزارت مالیه را برای اقتصاد افغانستان بسیار مهم میدانند و میافزایند که دولت باید فرصتهای سرمایه گذاری داخلی را افزایش دهد.
سه توربین تولید برق در بند سلما فعال شده. مسئولان حوزه دریای هرات میگویند که در حال حاضر جریان آب در قسمت بند سلما عادی شده است و در هر ثانیه 80 متر مکعب آب از دریچه های بلند خارج می شود. از یک ماه به این طرف آب سد سلما از بحر آبیاری زمین های زراعتی ولسوالی های بستر حریرات رها شده است و هم اکنون 8 ولسوالی زیر پوشش آب سلما قرار دارند. آب خروشان که این روزها کام زمین های زراعتی بیشتر ولسوالی های هرات را تازه ساخته است. باران های اخیر تا حدود کاسه این سد آبی را پر کرده، اما مسئولان بخش تکنیکی پروژه سلما میگویند میزان آب امسال نسبت به سال گذشته کمتر است. بلند سه توربین تولید برق روشن بلند وضعیت نرمال بلاز تولید برق و بالاخره مقدار آبی که به غرض استفاده مستفیدین پینده است. تقریبا از یک ماه به این طرف جریان آب از دریچه های خروجی بند سلما عادی شده است. در حال حاضر این آب به زمین های زراعتی 8 ولسوالی در بستر حریرود میرسد. پسانی که تقریبا اتیا متر مکعب و بیلدی نو الحمدلله تقریبا 4-5 متر مکعب در توربینان دا پاره دی نوری پر زراعتی دروازو بین اخلاصی دی چی دا اتو ولسوالی دی تر پوشش لاندی دی. امسال به دلیل خشکسالی ها مقدار ورودی آب به کاسه بند سلما نسبت به سالهای گذشته کم شده است، اما ریاست زراعت هرات میگوید تلاش میکند تا آب به گونه عادلانه برای ولسوالی های بستر حریرود توزیع شود. به 8 ولسوالی از طریق بند سلما آب میره و انشالله او کوشش شروع هستن که انوز به دیگه ولسوالی هم کوشش بکنم، نو انشالله دی حقینم خوشحال هستن. بالموقع راه شده وقت کشت و گندم که بسیار اساسه با آبیاری و وقت شیردهی کشت گندم ما بسیار خوشنودیم از اینکه بند سلما به موقع راه شد. کشت و زراعت مردم هرات وابسته به آب سد سلماست. دقانان امیدوارند تا امسال به دلیل خشکسالی ها آب به گونه درست مدیریت شود تا اینکه بتوانند زمین های زراعتیشان را سیراب کنند. نرخ اسعار وضعیت آب هوا. این مجموعه خبری خبرهای تازه از افغانستان منطقه و جهان را از وبسایت ما دیدن بکنید: www.arianaNews.af